سرخط تازه ترین ها اتمر پیش از آتش بس و توافق صلح رفع تحریم ها از طالبان امکان پذیر نیست. لاوروف روسیه بودجه ساخت پایگاه مرزی تاجیکستان و افغانستان را تامین می کند. سیگر روابط طالبان و القاعده همچنان ادامه دارد و همچنان در پایان. هشدار اردوغان در پیوند به معضله پیش آمده در فاریاب بین دولت و افراد مارشال دوستم. بنام یاد خدا و با عرض سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. وزیر امور خارجه کشور در پیوند به رفع تحریم‌ها از گروه طالبان گفت که بدون صلح و آتش بس رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد از این گروه امکان پذیر نیست. با گزارش اسپوتنیک، محمد نیفدمر وزیر امور خارجه کشور ضمن سخنرانی در جمع فعالان مدنی و حقوق بشری و شخصیت‌های علمی کشور در مورد تفاهم با محاکمه جرایم بین المللی روی ثبت جرایم نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان گفت که دولت افغانستان در مورد رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه طالبان هیچ گفتگوی با نهادهای بین المللی انجام نداده است و این مسئله بدون آتش بس و توافق صلح برای دولت مطرح نیست. او علاوه کرد که قرار نیست افغانستان با نهادهای مربوط بین المللی در این مورد به زودی صحبت کند. آقای اتمر تصریح کرد که دولت افغانستان قبلا بر اساس اجماع ملی و بین المللی برای رهایی طالبان اقدام کرده بود، اما مسئله رفع تحریم‌ها برای دولت افغانستان مطرح نیست. با گفته او بدون آتش بس و توافق صلح مسئله رفع تحریم‌ها علیه طالبان قطعا مطرح شده نمی‌تواند. وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد که بررسی رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه طالبان با آتش بس آغاز و با توافق صلح در کشور تکمیل می شود. این در حالی است که گروه طالبان بارها خواستار رفع تحریم ها و حذف نام های رهبران از فهرست سیاسی سازمان ملل شده است. تحریم هایی که علیه افراد وابسته به گروه طالبان و نهادهای مرتبط به این گروه وضع شده است شامل ممنوعیت سفر، انجماد دارایی ها و منع فروش اسلحه به آنها می شود. لاوروف روسیه بودجه ساخت پایگاه مرزی تاجیکستان و افغانستان را تامین می کند. وزیر امور خارجه روسیه ضمن صحبت در خصوص نتایج دیدارش با وزیر امور خارجه تاجیکستان از تامین مالی بودجه برای ساخت پایگاه مرزی میان تاجیکستان و افغانستان خبر داد. وزیر امور خارجه روسیه ضمن صحبت در خصوص نتایج دیدارش با وزیر امور خارجه تاجیکستان از تامین مالی بودجه برای ساخت پایگاه مرزی میان تاجیکستان و افغانستان خبر داد. لاوروف گفت داراینده نزدیک انتظار داریم توافقنامه بین دولت امضا کنیم که طبق آن کمک مالی برای ساخت پایگاه مرزی مدرن در یکی از بخش‌های مرز تاجیکستان و افغانستان توسط روسیه تامین خواهد شد. با گفته لاوروف با آغاز برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان علیه تاجیکستان و روسیه بیشتر شده است. به همین دلیل ما در راستای تحکیم امنیت بیشتر تاجیکستان موضوع تقویت نیروهای مسلح تاجیکستان و ایجاد پایگاه در مرز با افغانستان را بررسی کردیم. وزیر امور خارجه روسیه گفت ما توافق کردیم که طبق برنامه های مولد توافق شده برنامه های پیش بینی شده را به طور کامل انجام دهیم. طوری که وزیران امور خارجه روسیه متذکر شد با توجه به آغاز یا حداقل خروج اعلام شده نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تهدیدات علیه امنیت مشترک فدراسیون روسیه و تاجیکستان اساساً شرایطی است که در آن افغانستان به وجود می آید. از سوی دیگر سراج‌الدین و مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم در این دیدار گفته است که پایگاه 201 نظامی روسیه در تاجیکستان عامل مهم برای ثبات و امنیت در آسیای میانه است. او گفته است که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاجیکستان برای تهدیدهای احتمالی از سوی گروههای تروریستی از ولایتهای شمالی این کشور تلاش دارد یک پایگاه جدید را ایجاد کند تا نگرانی امنیتی رفع شود. این در حالی است که روند خروج نیروهای خارجی از اول ماه می از کشور آغاز شده و قرار است این روند در 11 سپتامبر تکمیل شود. سیگر روابط طالبان و القاعده همچنان ادامه دارد. سیگر در گزارش می گوید که 3 ماه نخست 2021 طالبان حملات علیه مردم افغانستان را 37% افزایش داده و همچنان روابط با القاعده را حفظ کردند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از NBC
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگر به تازگی در گزارش گفته است که طالبان در 3 ماه نخست سال 2021 حملات علیه مردم افغانستان را افزایش داده و حملات تهاجمی بزرگ را برنامه ریزی کردند. در گزارش سیگر آمده است نیروهای امریکایی در افغانستان از افزایش تاریخی حملات آغاز شده توسط دشمن از زمان امضای توافقنامه امریکا و طالبان گزارش دادند. در این 3 ماه حملات آغاز شده توسط دشمن تقریبا 37% بیشتر از مدت مشابه در 2020 می باشد. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از اطلاعات فراهم شده توسط مأموریت حمایت قاطع و ناتو در افغانستان دریافته است که حملات آغاز شده توسط دشمن در 3 ماه اول و دوم سال مالی 2021 فراتر از اوسط گذشته است. به نقل از فیسبوک صفحات اجتماعی فوری، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک نشست خبری در ترکیه گفت بالای ترک تباران افغانستان هر تهدید ظلم صورت بگیرد جواب بالمثل با آنها خواهم داد که در آذربایجان بالای ارمنهای متجاوز انجام داده بودم. من امیدوارم این ظلم و ستم بالای مردم مظلوم ترک صورت نگیرد. بنبست گفتگوهای صلح و نقش سازمانهای جهانی پس از خروج نیروهای خارجی. وانگ یی وزیر امور خارجه چین به این باور است که سازمان ملل متحد می تواند پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان صلح و ثبات را در این کشور تامین کند. وانگ یی در صحبت تلفنی که با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان داشت گفت عجله در اخراج نیروهای امریکایی از افغانستان بر پروسه صلح در این کشور ضربه شدید وارد می کند. ما به این باوریم که سازمان ملل متحد می تواند نقش لازم را در این وضعیت بازی کند. وزیر خارجه چین تاکید کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای باید توجه خاص به وضعیت در افغانستان داشته باشند و همچنان تلاش های پاکستان در این راستا را مثبت ارزیابی نموده افزود. پکن و اسلام آباد باید گفتگوی استراتژیک را تقویت بخشند و نقش فعالتر را در راستای تامین صلح در افغانستان داشته باشد. خروج نیروهای بین المللی در داخل افغانستان نیز نگرانی هایی را به دنبال داشته است. قرار معلوم طالبان خواهان به دست آوردن قدرت به شکل نظامی هستند. آگاهان سیاسی نیز نقش سازمان ملل و سازمان شانگهای را در مورد صلح افغانستان مهم میپندارند. بر ناصالحی کارشناس سیاسی با اسپوتنیک افغانستان میگوید در این شک نیست که خروج نیروهای خارجی به شمول ناتو و امریکا از افغانستان روی جنگ علیه طالبان را به سکتگی و مشکل مواجه خواهد کرد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب و ویدیوهای من را لایک نمایید. روزتان خوش.